به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. توجه کنید به چند رویداد کوتاه خبری که تازه به دسترس ما قرار گرفت. دو حادثه ترافیکی در غزنی چندین کشته و زخمی بر جا گذاشت. منابع محلی در غزنی میگویند که در پی وقوع دو حادثه جداگانه ترافیکی در این ولایت یک تن جان باخته و 12 تن دیگر زخمی شدند. منابع روز پنجشنبه 15 سرطان گفتند که ناوقت روز گذشته در اثر برخورد یک اراده موتر نو فیلدر با نو ویتس در بزرگراه کابل قندهار در ساحه عسکرکوت ولسوالی قره‌باغ این ولایت یک مرد جان باخته و 10 تن دیگر به شمول 4 کودک زخم برداشتند. در همین حال در نتیجه برخورد یک موتر نو مازدا با سه چرخ در ساحه لرم ولسوالی مقار غزنی یک راننده سه چرخه جان باخته است. این رویداد عصر چهارشنبه رخ داده است. مدیر کل گمرک دوقارون میگوید از ابتدای سال جاری بیش از 103,000 لیتر سوخت قاچاق را در نزدیکی مرز افغانستان کشف و ضبط کردند. حسن رحیمی زاده گفته با توجه به قیمت بالای سوخت در افغانستان بیشترین قاچاق به این کشور از دوقارون انجام می شود. با گزارش خبرگزاری از صدا و سیمای جمهوری اسلامی، مدیر کل گمرک مرزی دوقارون می گوید متخلفان سوخت های قاچاق شده را به قصد خروج از ایران در کامیون های عامل انواع بارهای صادراتی و در برخ مواقع در کامیون های خالی جاسازی می کنند. او میگوید مواد سوختی به دست آمده شامل 91,583 لیتر گازوئیل و 11,631 لیتر بنزین است. ادعاهای زد و نقیز درباره کشته شدن یک امام مسجد در کاپیسا. پلیس طالبان در کاپیسا میگوید که امام یک مسجد در ولسوالی سه دوم کوهستان این ولایت کشته شده است. همزمان جبهه آزادی گفته است که این فرد عضو طالبان بود و توسط اعضای جبهه مذکور هدف قرار گرفته است. به گفته پلیس طالبان این فرد محمد ظریف نام داشت و او ساعت 8:30 دقیقه شب گذشته در روستای محمد جان خیل توسط ماین دستساز خودش در حجره مسجد همینجا کشته شده است. عبدالفتاح فایز سخنگوی فرماندهی امنی طالبان در کاپیسا اما درباره چگونگی وجود ماین در داخل حجره مسجد توضیح نداده است. در این حال منابع محلی میگویند که محمد ظریف از اعضای طالبان بود و شب گذشته با بم دستی در حجره مسجد کشته شده است. یک منبع گفت که این مرد 23 سال سن داشت و پیش نماز مسجد روستای محمد جان خیل بوده است. از جانب دیگر جبهه آزادی گفته است که این جبهه محمد ظریف را تحت تعقیب داشت و او را هدف قرار داده و کشته است. نصرت فاتح سخنگوی جبهه آزادی گفته است که محمد ظریف از اشتراک مردم در مراسم جنازه اکمل امیر فرمانده پیشین این جبهه که توسط طالبان در سالن کشته شد ممانعت کرده بود. به ادای فاتح، ظریف در این اواخر با استخبارات طالبان همکار می کرد. منابع محلی در قندوز میگویند که مولوی یعقوب فرمانده ارشد طالبان از سوی افراد جبهه مقاومت با ضرب گلوله کشته شده است. منابع به روزنامه 8 صبح گفتند که این فرمانده طالبان روز چهارشنبه در روستای سخی دادبای عمر ولسوالی علی این ولایت کشته شده است. به گفته منابع فرمانده کشته شده طالبان به عنوان مسئول یکی از بخش‌های استخبارات در قول اردوی 217 عمری این گروه در قندوز کار میکرد. مولوی یعقوب که در حکومت پیشین به نام چریک مخفی طالبان از سوی این گروه لقب گرفته بود در قتل بسیاری از نیروهای پیشین در این ولایت دست داشت. در این حمله نجم الدین از اعضای استخبارات طالبان هم زخمی شده است. دو تن از باشندگان محل به اتهام ترور این فرمانده طالبان از سوی این گروه بازداشت شده است. فعالیت جریان‌های نظامی ضد طالبان در این اواخر در بخش‌های مختلف کشور افزایش یافته است. و در پایان، شبکه اجتماعی رقیب تویتر میلیون ها عضو جذب کرد. مارک زکربرگ مدیر عامل شرکت متا که صاحب شبکه های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام است، روز پنجشنبه 15 سرطان گفته است که شبکه اجتماعی جدیدش به نام تریتز در ساعت اولیه فعالیت خود 10 میلیون کاربر جذب کرده است. از تریتز به عنوان جایگزین تویتر نام برده می شود. آقای زکربرگ گفته که اپلیکیشن تریتز قصد دارد در تعداد کاربران از تویتر پیشی بگیرد و آن را یک رقیب دوستانه برای تویتر معرفی کرده است.
کارشناسان میگویند که تریز میتواند کاربران تویتر را که از تغییرات اخیر در این پلتفرم ناراضی هستند جذب کند. تریز هنوز در اتحادیه اروپا برای استفاده کاربران فعال نشده است. کاربران این شبکه اجتماعی جدید میتوانند تا حد اکثر 500 حرف یا کاراکتر را در هر پست استفاده کنند که شباهت زیادی با تویتر دارد. آقای زکربرگ پیش از این گفته بود که دوستانه بودن این پلتفرم در نهایت کلید موفقیت آن خواهد بود. تشکر از توجهتون. تا بعد، بدرود.